سلام به همه خفنهای دنیای وارکرافت بچه با داخترین و مهمترین اخبار ممکنه براتون اومدم از پترن های میلیونی که قرار فارمش به زودی بیاد و کلی گلد ازش به دست بیاریم تا خبرهای جدید در مورد سرورهای هاردکور کلاسیک خیلی خبرهای مهمی تو این ویدیو هست به نفع خودتونه که این ویدیو رو تا آخر با من همراه باشید رو اسکیپ نکنید و تا جایی که میتونید به رفیقاتون شیر کنید Let's go. ویدیو اسپانسر این ویدیو هم تیم وو برای برابکس بلیزارد تخفیف تابستونه رو محصولات گذاشته که قرار بود تا الان تمام شه ولی دوباره ده روز دیگه مثل اینکه تمدید شده و توی این تایم بچه شما یه محصولی مثل دراگون فلایت رو به 50 درصد زیر قیمت میتونید بخرید یه سری محصولا هم تا 60 70 درصد تخفیف خورده بهترین موقعیت واسه خرید از سایت وو یه سر به سایتشون بزنید لینکشون همین پایین تو دیسکریپشن هست اگه میخواید محصولات رو ارزان بخرید الان وقتشه این ویدیو رو سابش کن هاها عمران ها بچه اینو پارش کنید دلتی رو نخند بعدی توی خب برو بکس کلی خبر جدید اومده من خبرها رو سعی میکنم تیتروار سری براتون بخونم و برم جلو خبری که نیاز باشه بیشتر بازش کنیم بیشتر در موردی صحبت کنیم در روزهای آتی فردا پس فردا براتون ویدیو میذارم ازش فعلا توی این ویدیو فقط سری میخوایم خبرهای جدید و مهمی که اومده رو بخونیم یه خبر خیلی مهم بچه ها بیوی ترش فارم های ریدای قدیمی چند صدا را پیش رفته بالا یه سری آیتم ترانسموب که حالا عکسش رو داریم با هم تو تصویر میبینیم این آیتم های موب قیمت خیلی بالایی تو اکشن هست داشتن چون چند صدا پیشون خیلی ضعیف بود الان چند صدا پیشون رفته بالا به نظر من این نکته مثبتیه هیچ جوش نکته منفی نیست فقط واسه اونای نکته منفیه که شاید این آیتمو رو تو اکشن هست الان داشته باشن چرا چون قیمتشون احتمالاً میاد پایین چون چند صدا بهشون میره بالا ولی منقطع گلد فارم ایجاد میکنن شما که کاراکتر آلت زیاد داریم میاریم، بالا که کاراکتر تو جای مختلف و باش فارم ترانسموگ انجام بدی یکی از موقعیت‌های فارم ترانسموگ همینه من خودم شاید برم یه از نایتمون رو از سوکشنوس بخرم چون خیلی خوشگلم و قرار, قرار قیمتشون بیاد پایین فارمشون راحت میشه فروششون میره بالا پس یه موقعیت گلد فارم ایجاد میشه فقط واسه بچههایی که خودشون این آیتمو دارن شاید مثلا ضرر باشه چون خب قیمتشون میاد پایین ولی در کل اینکه قیمتشون میاد پایین باعث میشه فروششون بیشتر شه و باعث میشه فارمشون تر و باعث میشه که خیلی از این نظر که بچه‌ای که میخوام فارم ترنسمو کنن برایشون خوب باشه در روزهای آینده در مورد فارم اینا بچا ویدیو میذارم خیلی فارم اینا خفنه یه موقت گولد فارم خیلی خفن ایجاد شده که در موردی صحبت میکنیم در حال حاضر فقط بدونید که بچه آیتم های قدیمی رید آیل لگاسی دراپ بیویشون خیلی زیاد شده ویدیو رو لایک کن تا این بدبخت زنده شه <applause> من فقط خودم زده بودم به مردن میریم سراغ خبر بعدی بچه ها یک پرفشن وندور جدید قراره تو والا که اضافه کنن که نالج های اضافی شما رو بگیره به جاش بهتون آرتیسیان متل بده حالا با این آرتیسیان متل مثل که یه چیزی دیگه میشه از همین وندور خرید دقیق هنوز نمیدونیم بعد پچ بیاد ببینیم که دقیقا چه اتفاق میفته در مورد این موضوع یه شورت ویدیو هم گذاشتم دیگه زیاد در مورد صحبت نمی کنم. میریم سراغ خبر بعدی یه موقعت گلد فارم جدیدی که داریم میاد بچه یه گلایف جدید قراره به بازی اضافه شه که این گلایف رو بچه شما میتونید برید از تو رید بی اف ای دراب کنید خود خود گلایف میشه در فارم کرد و فروخ بازم یه موقعت فارم واسه بچه‌ای که مولتی کاراکتر میخوان فارم کنن ترانسموک میخوان فارم کنن هر کدوم از کاراکترهاشون میخوان یه جا بذارن این خیلی خوبه چون جدیدا قراره به بازی اضافه شه و هر چیز جدیدی که به بازی اضافه میشه توی اون هفته های اول ماه های اول فروش بالایی داره قیمت بالایی داره در مورد این گولد هم 100 درصد واسه ویدیو میذارم پس کانال سابسکرایب داشته باشید و بدونید که آقا یه گلایف جدید قرار بیاد و با فروش این گلایف جدید شما کلی گلد میتونید به دست بیارید من که ویدیو ها رو لایک نمیکنم. کنم پشما تو دیگه کی آره من اونایی که لایک نمی کنن و پاره میکنم خبر بعدی بچا همونطور که میدونید تو ناکساروموس قرار کل ترنسموک جدید بیاد و اینجوری که بلیزارد بهمون گفته یه سری از این ترنسموک ها قیمت خیلی بالای تو اکشن این تو بلک مارکت اکشن هوس داشتن و الان که قراره به بازی اضافه شن شاید یک سریا که مثلا چند 20 سی میلیون گلد خرج کردن این ترانسمگور از بلک مارکت اکشن هوس خریدن ناراحت باشن ولی همین بچه یه دلیلی میشه که این موگایی که جدیدن قراره به بازی اضافه شه قیمت های بالایی داشته باشه فروش بالایی داشته باشه چون تو الان تو بلک مارکت اکشن روز قیمت های فضایی داشته و مطمئن باشید اگه بچا بی توی رید جدید ترانسموگوی جدید رو فارم کنید و بفوشید خیلی گلد میتونید به دست بیارید من قبلا در موردش چند تا ویدیو گذاشتم دیگه توی این ویدیو زیاد توضیح نمیدم ویدیویی که دیشب گذاشتم و اگه دیده باشید میدونید دارم در مورد چی صحبت میکنم و خیلی روی نه... وای نمیسن بچه بریم سراغ خبر بعدی در مورد این موضوع هر وقت پچ بیاد بیشتر ویدیو میذارم خبر مهم بعدی بچه ها. یه پچ نوت بهمون دادن که توش کلی اطلاعات است از تغییر کلاس ها از خیلی چیزها که من واقعا وقت نمی کنم. کل تغییراتی که اینجا هست رو بخونم اگه دوست دارید بیایید بخونید لینک این قسمت از وفاده تو دیسکریپشن میذارم کلاستون بیاید بخونید ببینید چه تغییری داشته واسه همه کلاس‌ها دو سه صفحه تغییرات نوشته که ما حالا به اینا خیلی کاری نداریم چون بخوایم توضیح بدیم تایم ویدیو دو سه ساعتی میشه در مورد پرفشن ها بچه ها بالاخره بهمون گفتن که پترن هایی که توی پچ بعدی باهاش میشه ترانسمگ جدید ساخت از کجا دراپ میشه باید بدونید که یکی از موقعیت های میلیونی گلد فارم فارم همین پترن که صد درصد که صد درصد گلد خیلی زیادی میشه ازش به دست آورد توی این ویدیو نمیخوام آموزش کامل فارم این پترن رو بهتون بگم صد درصد در روزهای آینده در هفته های آینده من آموزش کامل این فارم رو براتون میذارم که دقیقا بهتون بگم چی کار باید بکنید یه نگاه گذرا اگه بخوایم بهش داشته باشیم بچه ها. برای بلک که تو چند تا ویدیو گفتن بلک اسمیتینگ بیارید بالا خوبه به کار میاد پترناش قرار از کجا درابشه اینطوری که بهمون گفتن پترناشو بچا قرار از آیرون کل استیل بتونیم بخریم که توی اونفینگ هست خب حالا این که داریم میگیم داستانش چیه یکی این پی سی بچه به نام آیرون کل استیل این دورفی که دارید میبینید که توی آیرون فورج بوده الان اضافه شده به دراگون فلایت تو یکی از مپ های دراگون فلایت دقیقا تصویر شده با هم میبینیم یه سری کوست لاین داره که کوست لاین های این ام رو بزنیم ریسیپی و پترن های بلک اسمیتینگ برامون دراب میشه پس حتما حتما منتظر باشید در روزهای آینده هفته های آینده فارم پترن های بلک اسمیتینگ که قیمت میلیونی داره رو بهتون میگم پس بچه پترن های بلک اسمیتینگ برمیگرده به این ام پی در مورد کوکینگ و اینسکریپشن زیاد صحبت نمی کنم خیلی مهم نیستم ولی بازم بعد اگه دوست داشتید خودتون بیایید بخونید در روزهای آینده دقیقتر در موردش ویدیو میذارم در مورد لدر ورکینگ که بچه یه عالم خفن با لدر ورکینگ میشه ساخت از کجا میشه دراب کرد بچه ها؟ پترنای یکیش رو از ویلینگز آف کاورنز میشه دراب کرد حالا وی ویلینگ آف کاورنز کجاست ویلینگ آف کاورنز بچه ها یه دانجن قدیمی توی برنزه که توی این دانجن شما میتونید برید پترنای لیدر ورکینگ دراب کنید در مورد فارم پترنای لیدر ورکینگ که گل خیلی زیاده توش خابیده هم روزهای آینده ویدیو میزدیم در حال حاضر فقط در این حد بدونید که بچه ها یه دانجن قدیمی به نام ویلینگ of کاورنز که توش میشه پترن های لیدر ورکینگ رو به دست آورد به غیر از این ویلینگ of کاورنس بچا یه جای دیگه هست به نام دایر مال اگه درست بخونم اسمشو که دقیقا اینجا داریم با هم میبینیم این هم یکی از های کلاسیکی که تو این دارن آف مال همیسیدی از پترن های لیدر ورکینگ دراپ میشه تا حالا بچا یه سری اشاره ها بهش کردن هنوز دقیق دقیق فرمش مشخص نیست ولی به زودی من میرم سر فساد فرمش رو براتون در میارم و دقیق بهتون میگم که این پترن های میلیونی رو چطوری میتونید فارم کنید حالا یا برید فارم کنید بذارید اکشن هوس بفروشید یا بهتر از اون برید فارم کنید پترن ها رو خودتون لرن کنید و اون ترانس موک هایی که گفتم تو بلک مارکت اکشن هوس 10 میلیون 20 میلیون سی میلیون گلد قیمتش بود و خودتون بسازید بذارید تو اکشن بخش بفروشید و حالش رو ببرید به نفعت این ویدیو رو لایکش کنید هر این ویدیو رو لایک نکنه پارش میکنم بچا این لایک نکرده پارش کنید بچا اینا خبرای خیلی مهمی بود در مورد لدر ورکینگ و بلک اسمیتینگ که بالاخره بلیزارد یه نخای بهمون داد که آقا پترناش از کجا دراپ میشه روزهای آینده فرم های دقیق ترش براتون میذارم و خبر بعدی بچه ها همونطور که میدونید تیدرز تندر احتمال میدادیم که به شاپ بازی اضافه شه ولی بلیزارد بهمون این اطمینان رو داد که آقا این تریدرز تندر ها قرار نیست به شاپ بازی اضافه شه و شاید توی سری از باندل ها ما فقط بفروشید بشه خبر خوبیه یعنی بازی خیلی پیتووین قرار نیست بشه و خبر آخر در مورد کلاسیک هاردکور بچه ها. بلیزارد بهمون گفته که از 13 جولای تا 20 جولای یعنی از وقتی که پچ میاد تا 20م. تقریبا سرورهای پی تی آر هاردکور کلاسیک آفلاین میشه واسه اینکه میخواد سری تغییرات توش ایجاد کنه یه سری چیزا رو میخواد فیکس کنه و چیزی که اینجا بهمون گفته دیگه برای اینکه اون اچیومنت گرانت استک ارزو بگیرید اون که هر کیلو میکشید عکس گوش میومد بغلتون از الان بعد باید کسی که میکشید حداقل بالای لول 19 باشه دیگه تو لول ده کار نمیکنه و یه سری تغییرات میخوان اینجا بدم مثلا شما بمیرید میل باکس و اکشن کلا توش باشه بشه که رو راحت فری کرکتر ترانسفر بزنید به کلاسیک ارا و یه سری باگ ها که فیکس میخوام بکنن توی این تایم و بعد این تایم بچه احتمالا بمون اعلام کنن که کلاسیک هاردکور دقیقا کی میاد پس بچه ها از 13 جولای تا 20 جولای سرورهای پی تی آر کلاسیک هاردکور آفلاین میشه که بعدش یه آپدیت جدیدی رو تو سرور پی تی آر بدن بذارن از لول سی به بعد لول آپ کنیم و یه مشکلات رو فیکس کنن و احتمالا همون موقع تاریخ انتشار دقیق هاردکور هم بهمون بگن که دیگه احتمالا همون موقع وقتشه توی این ویدیو بچه خواستم خیلی سریع و قدرتی خبرهای جدیدی که اومده رو براتون بخونم تیتروار خیلی نیاز به توضیحات تکمیلی تر داره برای مثال فارم پترن های میلیونی که 100 صد در, صد در آینده در موردش ویدیو میذاریم و در مورد فارم این ترنس موقعی که چند پیش زیاد شده در مورد اینا حتما ویدیو میذاریم در مورد این گلایف جدیدی که قرار به بازی اضافه شه و فرمش خیلی میصرفه 100 صد در مورد اینم ویدیو میذاریم پس کانال رو سابسکرایب کنید که از ویدیوهای آینده عقب نمونید